از دکتر بتول حیدری استاد دانشگاه از لندن پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. خانم دکتر سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. خانم دکتر لطفاً ضمن بیان آخرین اطلاعات از حادثه تروریستی روز گذشته بفرمایید ریشه این رخدادها بر علیه شیعیان که به صورت پی در پی در حال افزایش است چیه و طالبان در این ماجراها چه نقشی داره؟ بفرمایید. ضمن عرض تسلیت خدمت آقا امام زمان علیهم السلام و همچنین خدمت تمام شیعیان و کسانی که عاشقان ابو عبدالله علیه السلام هستند، متاسفانه حادثه بسیار تکان دهنده‌ای در منطقه شینشین دایکندی اتفاق افتاد که تمام علاقمندان به شیعیان را در دهشت و وحشت فرو برد. متاسفانه همانطور که شما هم گزارش کردید، بیش از 14 نفر از کسانی که برای استقبال زائران ابا عبدالله برای در مسیر قرار گرفته بودند توسط 4 مرد مسلحی که سوار موتورسیکلت بودند برای عکاسی از اونها پایین آمده بودند، اونها را مورد هدف و تیرباران قرار دادند. اما اینکه پرسیدین ریشه این مسئله تنفر و نفرت از شیعیان در افغانستان در چیست، باید ما بگیم که نسبت به هزارها در افغانستان تبعیض تاریخی و مذهبی سالهای سالها وجود داشته و اونها مرتب مورد تحقیر و سرکوب از طرف هر گروه از حاکمانی که در افغانستان حکومت کردند اینها قرار می گرفتند. و مورد بعدی ایدئولوژی طالبان هست که از هم در دوره اول و هم در دوره کنونی اینها کاملا نسبت به شیعیان اون بغض و حقد خودشون رو همچنان دارن و اونها رو در احکام های اسلامی خودشان کافر می دارن. و حتی در دوره فعلی که طالبان اعلان می کنه که باید تأمین امنیت تمام اقوام و اقلیت های مذهبی را در کشور خودشان به عهده بگیرن، متاسفانه اینها به شکل عملی چنین چیزی رو هرگز ما از اینها ندیدیم و مرتب در همین دوره دوم کشتار شیعیان و از بین بردن گروه های شیعی در افغانستان تداوم داره. و اینکه سوال شما فرمودین که طالبان در این وسط چه نقشی دارن، متاسفانه طالبان مدعی برقراری امنیت و حفظ امنیت در دوران حکومت خودشان هستند، اما آن چیزی که شواهد نشان میدهد اینها تمایلی برای اینکه محافظت کنن از مناطقی که مردم اقلیت زندگی میکنن از خودشان نشان نمیدن. و باز هم شواهد نشان میدهد که اینها عملا به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم با این جانیان همراهی میکنن و فقط به تسلیت هایی در حد مجازی اینها اکتفا میکنن. و اگر اینها قرار بود که در زمینه امنیت شیعیان افغانستان کاری بکنن به شکل اجرایی، تا کنون از اونها ما اقداماتی رو شاهد بودیم، اما متاسفانه میبینید که قتل عام شیعیان افغانستان و نسل کشی هزارها در افغانستان همچنان ادامه داره و سکوت بسیار از کشورهای اسلامی در برابر چنین فجایعی واقعا شرم‌آور هست. بله، سپاسگزارم از همراهیتون در این برنامه. با تشکر از دکتر بتول حیدری استاد دانشگاه از لندن که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.